عزیزان دل بازم شما را خوش آمدید میگم و سپاسگزار هستم از همکار خیلی خوبم امین جان که بخش برنامه خود تقدیم شما کرد و همچنان در این بخش برنامه من با خود یک میمان خیلی عزیز را دارم که ریحانه جان هستن. اینا فارغ رشته ژورنالیسم هستن و میخواین در مورد رسالت ژورنالیسم صحبتای داشته باشیم با هم. پس بیاین که چه خوب است از زبان خودشان بشنویم و معرفی کوتاه از اینا هم داشته باشیم. سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدین. میشه که در آغاز از شما یک معرفی کوتاه داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ریحانه بهرام هستم، دانش آموخته رشته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی، بخش ارتباطات جمعی و به این بخش کارم کردیم به دوران دانشجویی و خیلی علاقمند به فعلا کار کردن در رسانه ها هستم. بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم از شما و از معرفیتان. و قسمی که در آغاز گفته های خود گفتم موضوع برنامه امروز ما رسالت ژورنالیسم است، درست است؟ پس به همین دلیل شما را دعوت کرده میخواییم که روش صحبت هایی داشته باشیم. در آغاز یک تعریف کوتاه از خود ژورنالیسم داشته باشیم، بفرماییم. ژورنالیسم از دو واژه گرفته شده، یکی ژورنال به معنی یادداشت روزانه یا یادداشت روزانه می باشه و اسم به معنی مکتب، یعنی در وقتی که یک کلمه را یک جا میکنین مکتبی که در او کارهای خبرنگاری یا چیزهایی که نوشته میشه را در بر میگیره. اما ژورنالیسم یک ساحه گسترده و بزرگ می باشه که رسانه های الکترونیکی یا الکترونیکی هم شامل میشه و چاپی هم، ولی وقتی که متاسفانه معمولا خبرنگاری را با روزنامه‌نگاری اینا مردم اشتباه میگیرن. گفتم میتونیم که خبرنگاری بخشی از روزنامه‌نگاری یا امی ژورنالیسم میتونه باشه. و شما مسئولیت رسانه ها را به دو بخش، یعنی اصلی و فرعی تقسیم کردین، درست است؟ پس میشه که برای ما جدا جدا تعریف بکنه فرعی و اصلی؟ پیش از اینکه تقسیم بندی شده موردش بگویم، باید در رابطه با رسالت ژورنالیسم بگویم. رسالت خودش واژه‌ای است که معنی های متفاوت داره. مثلا بعضی وقتا به معنی ماموریت یاد میشه، مسئولیت، وظیفه. اما در بحث ما منظور ما از رسالت مسئولیت است، مسئولیتی که رسانه ها داره. وقتی که ما رسالت ژورنالیسم میگیم واضح است که پای رسانه پیش میشه. پس در اینجا مسئولیت هایی که رسانه داره، در کل مسئولیت هایی که رسانه داره را ما میتونیم به دو بخش، یکی فرعی و یکی هم اصلی، تقسیم بندی کنیم. در بخش مسئولیت های اصلی وقتی که ما تعریف خبرنگاری را میگیم یا ژورنالیسم میگیم، جمع آوری مواد، دسته بندی مواد و رساندن از این مواد به مخاطبین است در سه بخش، در سه نقش. مثلا میتونه نقش آموزشی داشته باشه، نقش اطلاع رسانی داشته باشه و نقش سرگرمی داشته باشه. این سه موضوعی که حتی در تعریف ذکر میشه از جمله وظایف اصلی خبرنگاری یا می ژورنالیسم است. ولی وقتی که ما از وظایف فرعی یاد میکنیم، باز موضوع بیشتر میشه و تغییر میکنه. رسانه ریحانه جان، شما تا حالا در کدام رسانه کار کردین؟ تجربه کاری دارین؟ بله، کار کردیم. در هفته‌نامه و ماهنامه کار کردیم، در بخش مقاله نویسی، گزارش نویسی و بخش ادیت کار کردیم. و زمانی که من دانشگاه را تمام کردم، در دانشگاه پس دوباره تدریس میکردم بخش شیوه های نگارش، مضمون شیوه های نگارش. پس یعنی علاقه داشتین که میرشته رو باید ادامه بدین و در مسلک خودتان کار بکنین؟ بله، واضح است. ولی بنابر محدودیت ها نتونستم زمان کار کنم. انشالله فعلا تصمیم دارم که کار کنم. بسیار خوب. از مسئولیت رسانه ها در محیط زیست بگوین برام. خب از ما مسئولیت های رسانه رو بخش اصلی شو گفتم برتم، مسئولیت های اصلی شو گفتم که ما آموزش دهی و اطلاع رسانی و سرگرمی هست که ما شاهد ازی هستیم از رسانه ها پخش میشن. قبلا یعنی 3 سال پیش بیشتر در رسانه ها نقش سرگرمی را بازی میکردن و فقط اطلاع رسانی، یعنی بخش خبری را اطلاعاتی که میرساندن. ولی فعلا ما شاهد ازی هستیم که بخش آموزشی را هم در نظر دارن. وقتی که ما بس مسئولیت رسانه ها را در بخش فرعی میگیریم، جدا از این چند چیز هست که زیر مجموعه از قرار میگیره. یکی نظارت از کار کرده دولت، دیگه کنترل از مدیریت بحران، کنترل از مهاجرت، پرداختن به موضوعاتی که در مورد محیط زیست است، نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی و ثبات در جامعه، ایجاد صلح در جامعه. این تمام مواردی هستند که به عنوان مسئولیت های فرعی ژورنالیسم یا امی رسالت ژورنالیسم یاد میشن. بسیار خوب. به نظر شما اگر خبر و گزارش محتوای توهین یا استهزا باشد، آیا نشر آن جایز است؟
این معلوم دارست که جایز نیست. به خاطر اینکه ما در قانون رسانه‌های مگانی چند موردی را داریم که وقتی که خبر ما یا اطلاع ما وقتی که برای مخاطب میرسه و در تناقض امر اجنا باشه، در تضاد امر چند مورد باشه، معلوم دارست که این باعث میشه که او خبر را لغو شوه، یعنی نشر نشه، و همچنان امر کسایی که رسانه‌ای که نشر میکنه بر خود قانونی صورت میگیره. به نظر شما در چه موارد درست است؟ در چی موارد ما مانع نشر خبر میشه؟ مواردش برای ما ببینید. یک چیزی که در رسانه ها وقتی که همگی درس هم بخوانن و کسایی که تخصص دارن میدونن این است که معمولا رسانه هایی که به خبر پخش میکنن یا اطلاعات میرسانن، وقتی که اینا دقت قربانی سرعت کنن، در اینجا از پیش از یه موارد رخ میده، یعنی امکان داره که موارد نشر کنن که در تناقض یا در تضاد امرای چند موردی که یاد کردم امرای اونا باشه. ولی ببخشید سوالتون چی بود؟ سوال ما قسمه که بود که البته نشر و شایعات و گزارش هایی که تایید نشده. معلوم دار است ما کاری که خبرنگار میکنه ای است که معمولا از بی‌طرفیات میشه، در حالی که ما میتونیم بگیم که رسانه ها در اصل بی‌طرف نیستند، هیچ کدام بی‌طرف نمیتونن. ولی یک خبرنگار یا یک گزارشگر وقتی که به محل میره و میخواد یک اطلاع را به مردم برسانه، از منبع مثلا نقل قول کنه، او چیزی را که به چشم دیده نمیتونه بر دیگر برسانه، او فقط منبعی که موثق باشه او را میتونه برسانه، خبر از او را میتونه بر دیگر برسانه. و در این جاست وقتی که خبرش یا منبعش موثق نباشه، اخباری که یا اطلاعی را که بعدش میاره تایید نشده باشه، معلوم دارست که باید را نشر نکنه. اگر نشر کنه باز اعتبار خودشان و اعتبار رسانشان زیر سوال میره. خب در اخیر به عنوان جمع‌بندی در مورد مسئولیت رسانه های کشور بگوین برما. مسئولیت رسانه های کشور قسمی که من نام گرفتم مسئولیت های اصلی و فرعی است که میدانم در صورتی که کارمندای رسانه تخصص داشته باشند و تجربه داشته باشند، اینا میتونن که این موارد رعایت کنن و مواردی را یا کالاهایی که میخواین برای دیگر را برسانن، یعنی منظور اطلاعاتی را که میرسانن، یار در نظر داشته باشند. ولی بحثی که من میخواهم در مورد گپ بزنم به عنوان جنبدی ای است که معمولا در بحثایی که کسایی که کار میکنن یا کسایی که حتی در دانشگاه ها درس میخوانن، تمامی چیزهایی را میخوانن که از جوامع غربی یا رسانه های غربی کپی میشده باشه. و ما ایره باید در نظر داشته باشیم چیزی که در جامعه دیگه تولید میشه در هر بخشی که باشه، او به اساس فرهنگ و الگوهایی که در مو جامعه پذیرفته شده است نشر میشه، یا قاعده هایی که اونجا است تعیین میشه. حتی ما نشر خبر از سبک خبرنویسی را حتی در نظر داشته باشیم. پس در بینان جنبدی من میخوایم یاد کنم که مسئولیت نه تنها از اهل رسانه یا کسایی که کارمند رسانه هستند از اینا نه، بلکه برعلاوه اینا کسایی که تدریس میکنن، نهادهای اکادمی که وظیفهشان تولید دانش هستن، محققینی که در این راستا کار میکنن، مسئولیتشان است که بشینن در مورد یک گفتمان جدید گپ بزنن. گفتمان جدید یعنی که رسانه هایی که در جامعه شرق هستن، مثلا اگر ما افغانستان در نظر بگیریم، باید تولیدا و چیزایی که تولید میکنن، نشر میکنن، حتی نوشته میکنن به اساس فرهنگ و به اساس الگوهایی که در جامعه ما هست تنظیم شود و بعد از اون نشر شود. سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم که با نور ریحانه را با خود داشتیم در بخش برنامه. اگر پیامتون باشه برای بیننده های ما میشه که پیامتون را بگذارین. پیامم در آخر میتونه برای در بخش درس بتونم بگویم برای بانوها باشه که بله تحصیل ای که کوشش کنن هرچند که در خانه هستن، یعنی محدودیت هایی که هستن نمیتونن درس بخونن، ولی باز هم کوشش کنن که به شکل آنلاین درس هایی که میتونن فرا بگیرن ادامه بتن. بله سلامت باشین، خیلی سپاسگزار هستم و امیدوار باشن با اینده. تشکر زنده باشین. گرانو عزیزان و ریزیت مننه چه تاسو هم تر دیده ما پوری لمنگ سراوی همدارنگا وربشولنده دمه بباخل او دمه و روسته همین جان سراوسیگی.